اه با پرویز عزیز چطوری شما خوبی؟ تو مرسی مرسی خوش آمدی خوب این مولکار رو بده شما به 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 همت آموزشکده توانا آمدم به دیدار یک دوست قدیمی پرویز صیاد. بسیاری او را به خاطر کاراکتر دوست داشتنیش صمد می‌شناسند. شاید وقتی که در خیابان ها میره خیلی ها او را صمد صدا می‌کنند، اما من شاید بیشتر از همه می‌دونم که او یک نویسنده، کارگردان و بازیگر خیلی خوبه و جزو چهره‌هایی است که اگر نگاه بکنیم به تاریخ سینما و تئاتر ایران شاید در صدر قرار گرفته باشه. البته گفتم نویسنده است، کارگردان و بازیگر خیلی خوبی است، اما شاید کمتر کسی بدونه که او شاعرم هست. به دیدارش آمدم برای اینکه با هم دیگه گپی بزنیم. سعید جان بسیار محبت کردی که خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. ببینم از اینکه خیلی ها شخص تو رو به عنوان کاراکتر صمد میشناسن ناراحت نیستی؟ راستش بعضی وقتا حسودی میشه نسبت به صمد، برای که حتی خود شما با همه این تعارفی که با من کردین سوال اولتون رو با صمد شروع کردین. بله. یه زمانی در ایران وقتی این فیلم‌ها رو صمد من می‌ساختم، در واقع یکی از انگیزه‌های اصلیش این بود که بتونم از درآمدش یه فیلم‌های دیگه‌ای بسازم که خواهان چندانی نداشت در جامعه اون زمان، خریداری نداشت، ولی به نظر من بعد اون فیلم‌ها ساخته می‌شد. ولی مدت هاست دیگه حالا به این فکر گفتم بعضی وقتا آیا واقعاً بهتر نبود من به جایی که اون فیلم‌ها رو بسازم که بالاخره بسیاریش هم فراموش شده به خاطر ندیدنش، به خاطر عدم ارتباطی که با مردم برقرار کرد، یه صمدهای بیشتری می‌ساختم. به خصوص بعد از انقلاب صمد یه کاربرد کاملا پیش‌بینی نشده‌ای پیدا کرد. اینی که میگم بهش حسودی میشه البته تعارفه. من بعضی وقت از این دعوای زرگری بین خودم و صمد راه می‌ندازم که تماشاگرا یه کمی بیشتر بازار گرمی کرده باشیم، ولی در واقع یه مقدار زیادی من خودمو وضعیت امروزی خودم و جایگاهی که الان دارم مرهون صمد میدونم. همونطور که گفتم بعد از انقلاب کاربرد کاملا پیش بینی نشده پیدا کرد، از این نظر که همونطور که میدونی ما یه دوران افسردگی اجتماعی باش مواجه شدیم بعد از انقلاب، به خصوص اونایی که از مملکتشون اومدن به ممالک دیگه رو آوردن، و این جدایی فرهنگی یک دوران افسردگی تا اینکه بتونن جا بیفتن که بسیاریشون حتی بعد از سالها هنوز جا نیفتادن به وجود آورد، و هم در داخل کشورم به خاطر جنگ و مصائبی که پیامد انقلاب اسلامی بود، خب مردمی مقداری با یه دورانی مواجه شدن که دوران خاصی بود که جز شیون و زاری و سویواری چیزی برایشون به همراه نیاورده بود. این بود که این فیلم‌ها به خاطر کمدی بودنش، به خاطر اینکه خنده‌آور بود، نشاط‌آور بود، برای بعضی از خانواده‌ها به خصوص یک نوع مفری بود برای بریدن از اون وضعیتی که دوچارش هستن. مثلا من یادم هست در خود سوئد که وقتی برای نمایش برای اولین بار رفتم، یه گروهی از یک کمپ پناهنده‌ها اومده بودن، خانواده با یه اتوبوس آمده بودن که بچه های کوچیک در سنین مختلف هم همراهشون بود. بعضی از این بچه ها رو با لباس صمد پوشونده بودن و من خواستن در پایان با اینا عکس بگیرم که عکساش هم هنوز دارم. و از جمله چیزهایی که من میگفتم ما تو این کمپ پناهندگی خب شباب دور هم جمع میشیم، کاری نداریم، راجع به مسائلی حرف میزنیم که باعث این آوارگی ما شده و این بچه ها رو نمیدونستیم چیکارش بکنیم.
این بچه ها بزرگترین مشکل ما بودن تو این گفتگوها. اینا رو باید چیکار میکردیم؟ این نوارها و ویدیوهای صمد واقعا یه چیزی بود، یه وسیله بود، دستاوردی بود که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم و بچه ها رو مشغول کنیم. و حالا بعد از مدتی این بچه ها همش با لهجه صمدی حرف میزنن و ما برای که تشویق بشن و باز هنوز فارسی حرف بزنن، ما هم دهاتی حرف میزنیم. شما اگه بیان تو کمپ ما، در واقع اومدیم به یه علی آباد جدیدی. میخوام بگم مثال زدم که ببینید که این کاربردهایی که صمد پیدا کرد بعد از انقلاب پیش بینی نشده بود اون زمانی که من اینا رو میساختم. اصلا فکرش نمیکردم. و بعدم بعد از انقلابم که خودت شاهد هستی، من از 10 تا نمایشی که به صحنه آوردم 8 تاش با کاراکتر صمد همراه است، چون یه وسیله ارتباطی شد برای من باز با این جامعه پراکنده ایرانی ها. وقتی من با کاراکتر صمد کار میکنم، میرم به شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، خب عده بیشتری به دیدن این نمایش من به خاطر اون آشنایی قبلی، و این وسیله شده من بتونم حرفای امروزمو از زمان صمد به وسیله این شخصیت، و که اتفاقا من بارها اشاره کردم که مقدار زیادیش رو تشکر بکنم از تو، برای که اصلا صمد از اولین نمایشی که تو نوشتی برای سرکار استوار از اونجا کار شروع شد. یعنی یه پسر دهاتی بود که اسمش هم صمد نبود، ولی بعد ما متوجه شدیم مردم از این شخصیت خوششون اومده، بعد اینو من پروبال دادم و بعد تبدیل شد به صمد و این ماجرایی که امروز بهش مواجه هستیم. به هر حال همونطور که گفتم، من نه تنها هیچ ناراحت نمیشم از اینکه امروز کسی به من بگه صمد، حتی خیلی هم خوشحال میشم. نمیتونه نصف ماهی رو گردش بکنه. وار ماشق مینویسم، آی ماشق مینویسم، درس میخونم، آی درس میخونم، هیچکی نمیتونه مثل ما با آواز ماشق بخونه هم درس. لا اله الا الله، ده بگی بخواب جونم مرد شده، چرا نمیذاری نصف شبی خواب چشم کسی بیاد؟ میخوام نیاد؟ خب ما دارم عشق بنویسم دیگه، تکلیفمون هم انجام ندیم؟ و اگه اینجوری میخوای مخش بنویسی، میخوام 70 سال سیا مخش ننویسی. حالا تو چی میگی؟ همین مادرهای مثل شما هستن که بچه های بیسواد احمق بار میارن دیگه. افشا دیا، من که نمیگم درس نخون، انقدر بخون که تا سقط بشی. اجار نزن، بذار مردم بخوابن. ما جار میزنم، جار میزنم، زنم مرداشونو بفرستن واسوات بشن از آب در میان. ها گفتی صمد و این بچه شیرین روستایی، امروز متاسفانه وقتی به بعضی از تصاویر نگاه میکنیم از ایران، بچه های کار و بچه هایی که هستن، آدمی متاثر میشه، برای اینکه مثل اینکه این بچه ها یک باری رو دوششونه. و بعد من وقتی که میخونم میبینم که این بچه ها باید خرج پدر و مادرشون رو بدن و بیان یه تصاویری میبینن، بی اختیار باز بیاد صمد میفتن. این روستایی خوشدلی که همیشه وقتی که به شهر میمد، مثل اینکه روستایی ها همه آدم های خیلی خوبی بودن و شهری ها احتمالا آنچنان که باید و شاید همینطوری بود؟ نه اتفاقا این تعبیری که از آمدن دهاتی به شهر کردی، شاید در بسیاری از فیلمایی که اون دوره ساخته میشد صادق بود، و دهاتی که میومد به شهر یه جوری نشون میداد که صفا و سادگی و صداقت همه با ماست و شما همه متقلب و بدجنس و مخبازین. ولی صمد اینجور نبود. صمد خودش هم با خودش با شیطنتایی رو میآورد نشون نمیداد که واقعا این مظهر کاملا تقوای روستایی است. اونم برای کم و کسری نمی آورد از آدم های شری که تو شهر بودن. خودش هم شهر به پاکن بود تا جایی که میشد. یعنی یه دو تعادلی حفظ شده بود. یعنی این شعار همگانی که دهاتی و همه خوبن و باصفا هستن و شما همتون به خاطر زندگی در شهر اخلاقیاتتون فاسد شده، اینجوری نبود صمد. خودش مثلا یه نوع شرارت مصاحبه رو و گفتگو اونو از صمد یه کمی بیاریم کنار، برای اینکه فکر کردیم که فقط یه کوتاه راجبه صحبت میکنیم، برای به هر حال صمد قسمتی از زندگی توه. از وقتی که آمدی به آمریکا، پرویز صیاد که از فعالترین هنرمندانی بود که در آمریکا بوده،
اون موقع من آمریکا نبودم، چند سال بعد آمدم، برای که در انگلیس بودم، ولی در مسیر کارهات بودم. شاید یکی از با ارزشترین کارهایی که در زمینه سینما در خارج در کشور شد، فیلم فرستاده بود. یه فیلم به یاد ماندنی که هنوز هم وقتی که توی کتاب فروشی های آمریکایی نگاه میکنم به تاریخچه سینما، در اون سال به خصوص همیشه اسم فرستاده هست به عنوان یک فیلمی که ساخته شد. چطور شد بعد این همه کارگردان ها، این همه فیلمساز ها، خود شما و اینا فیلمسازی خارج از کشور رها شد و رفتن به دنبال کارهای دیگری؟ بله، فرستاده همونطور که اشاره کردی شاید اولین فیلمی بود که شاید که به طور قطع اونجا که خبر دارم اولین فیلم سینمایی کامل بود که در خارج کشور بعد از انقلاب اسلامی ساخته شد. دقیقا میتونم بگم فیلم برداریش 1982 آغاز شد در نیویورک و 83 در واقع آمد به روی پرده و خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. البته من ادامه دادم به کار. 4 سال بعد من فیلم دومم ساختم به نام سرحد یا چک پوینت، چون تو این چند سال من واسه قرض و قوله هایی که به وجود آمده بود با همین فیلم فرستاده اونا رو رفع و رجوع میکردم که کردم. خوشبختانه فروش خوبی هم داشت، تلویزیون ها خریدن، تلویزیون اروپایی خریدن، تو فستیوال برلین، لوکارنو اینا خیلی سلسله کرد و خیلی آغاز خوب و امیدوار کننده بود برای من و همچنین برای کسان دیگه که کار فیلمسازی میکردن و بسیاری از فیلمسازان امروز ایران هم حتی اون موقع بیرون بودن، همه فکر میکردن این شروع کار خوبی است برای کار کردن و یک راه جدیدی رو برای ارتباط پیدا کردن با جهان خارج هست. برای خوب همطور که میدونی زبان بین المللی سینما بهترین وسیله است برای اینکه ما بتونیم مسائل خودمون رو با جهانیان در میون بذاریم به وسیله سینما. ما الان کار تئاتر میکنیم، شما میکنید، بنده میکنم، همکارای دیگه هم میکنم، ولی به زبان فارسی و این فقط ارتباط خود ماست با خود ما و راهی برای ما باز نمیکنه مثل سینما. خوب یادمه موقعی که من لندن بودم فیلم فرستاده در لندن اکران شد، در یک سینمایی که فیلم‌های خیلی استثنایی رو نشون میداد. بسیاری از هنرپیشگان معروف انگلیس آمده بودن برای دیدن این فیلم و ما تو سالن نمایش که بودیم بیشتر به اینها نگاه میکردیم، یعنی توی سالن انتظار به این هنرپیشه‌های بسیار معروف. ولی تا اونجایی که من میدونم فرستاده یعنی بدهکاری زیادی برای شما به عمل نیاورد. دیدم که در DVD شد، در تلویزیون نمایش داده شد، در آلمان خیلی فعالیت شد روش. چطور شد که بازم این فیلم باعث شد که نتونه خرجش رو در چرا بیاره؟ اتفاقا داشتم اشاره میکردم که این فیلم موفقیت فروشش خوب بود و تلویزیون ها خریدن. البته تلویزیون ها خریدن ولی نمایشش ندادن به دلایلی که حالا اشاره میکنم. ولی به هر حال چون من این پولو با فیلمو با بدون پول ساخته بودم، یعنی با پول قرض کردن از این اون ساخته بودم، بعد طول میکشید تا اینکه بتونم اینا رو هموار بکنم دیگه، بتونم فیلم بعدی رو مقدماتش فراهم بکنم. رسوند کارو به جایی که من تونستم از درآمدش فیلم بعدی رو آماده بکنم. 4 سال ولی طول کشید. تو این فیلم بعدی بود که من فکر میکردم اون استقبالی که فستیوال ها و مراکز فرهنگی از فرستاده کردن خیلی منو چیز کرد، منو تشویق کرد که فیلم بعدی رو بر همون زمینه، بر همون روال، با همون نگاهی که به مسائل انقلاب اسلامی داشتم بسازم. ولی اینجا یه اتفاقی افتاد که اونم باز پیش بینی نمی کردیم. وقایعی که بعد از فتوای قتل سلمان رشدی پیش آمد، تمام مراکز فرهنگی و از جمله فستیوال‌ها دو تا حالت پیش آمد. یک، اولا شروع کردن به محافظه‌کاری نسبت به مسائلی که مربوط موضوعاتی که مربوط میشد به بنیادگرایی اسلامی و به خصوص اسلام افراطی. وقتی مسائل اینجوری پیش میمد همه شروع کردن به اولا واهمه های ایجاد شد، ترسیدن. من درست تو این مرحله که مراکز فرهنگی دچار محافظه‌کاری شده بودن نسبت به مسائل اسلامی و ایران به خصوص، من فیلم دوم رو فرستادم به این فستیوال ها. همون فستیوال هایی که در گشاده روی از من استقبال کرده بودن برای فرستاده، همون رو در آر بستن. خیلی محترمانه بعضی هاشون مدارکی دارم که نشون میده که این نامه ها رو دارم از فستیوال ها که آقا این فیلم دیز تو پولیتیکال،
من نمیفهمم اگه فیلم تو پولیتیکال تو فستیوال داره کجای دنیا دیگه باید بره. البته این برچسبی بود که اونا بهش زدن، این فیلم من سیاسی تر از فیلم فرستاده نبود، فیلم دوم همون بر همون منوال بود، ولی این حساسیتی که به وجود آمده بود به خاطر فتوای قتل سلمان رشدی همه مراکز فرهنگی رو دچار یه نوع واهمه‌هایی کرده بود که خودشون هم شاید متوجه نبودن که دچارش شدن. حتی خود سلمان رشدی سالها طول کشید تا ناشر پیدا کنه برای اثر بعدیش. بله. خب بنابراین میشد انتظار داشت که فیلم مخالف یا فیلمی که معترض به مسائل اسلامی و اسلام افراطی باشه طبعا نسبت بهش مقداری مشکلاتی برای نمایشش پیش بیاد که این پیش آمد. واقعا درها بسته شد برای فیلم دوم من، در حالی که من به خاطر ساده لوحی یا خوشبینی که به وجود آمده بود برای من با فیلم اول یه مقداری بیشتر خودم رو توی مسئله قرض و اینا انداخته بودم. فیلم مثلا اول اگر با 200,000 دلار ساخته شد، این یکی با 500,000 دلار ساخته شد و حالا دیگه بیا حالا درستش کن. فیلم رو نه نمایش میدن و این فیلم های اینطور ساخته شدن، فیلم های کوچیکی که با بودجه کم ساخته میشه که توی به سر سینمای زنجیره‌ای به نمایش در نمیاد، اینا باید بره توی فستیوالی تو مراکز فرهنگی منتقدین کارشناسان راجبش حرف بزنن تا خواهان پیدا کنه که تلویزیون ها این فیلم ها رو بخرن نه. یا سینماهای کوچیکی که فیلم های متفاوت نشان بدن به اینا میدان خودنمایی بدن. خب این در بسته شد به روی فیلم دوم، در نتیجه این شد پایان کار حرفه‌ای فیلمسازی بنده با فیلم چک پوینت. گرچه این فتوای قتل سلمان رشدی برای سینمای شما، برای فیلمات اثر منفی گذاشت، اما برای خود سلمان رشدی خیلی اثر منفی نگذاشت. بعد از اون معروفتر شد، کتاباش پرفروشتر شد و اصلا ماجرای این قتل سلمان رشدی ماجرای خیلی عجیبی بود که یک فرمانده، یک مرد اول یک کشوری دستور قتل نویسنده دیگری بده. نمیخوام زیاد وارد این مسئله بشیم. خب اتفاقا خود این نشان داد که دنیا باید با مواجه با چه مسئله است دیگه، یعنی با چه بعضی دورانی آغاز شده. این آغازگر این بود که یک نفر، یک روحانی یا یک مذهب چیز نماینده مذهبی یک کشور بتونه دخالت کنه به مسائلی که تو کشورهای دیگه است، برای شهروند یک کشور دیگه دستور قتل اونو صادر بکنه. خب این سابقه بود از این نظر. دنیا مواجه شد با یک آغاز یک وضعیت جدید که باعث باش مواجه میشه، دست پنجه نرم کنه. مدت‌ها طول کشید تا بالاخره بدبخت سلمان رشدی از خودش، از مخفیگاه خودش بیرون بیاره. به این راحتی نبود. ما باید به خودش حرف بزنیم. مصاحبه‌هایی که کرده نشون میده که چه دوران وحشتناکی رو پشت سر گذاشت. درسته که شهرت براش به وجود آمد، ولی شهرت رو به هر قیمتی رو که من فکر نمی‌کنم سلمان رشدی خواهان چنین شهرتی بود که از اون طریق به دست بیاره. اون انتظار داشت از کار هنری، از کار ادبی که واقعا هم شایستگیشو داره به دست بیاره و مستحقش هم بود، ولی خب حالا این شهرت به خاطر اینکه یه نفر رو ترور کنن خب مشهور میشه، حالا هر جور با آدمی باشه. بفرمایید آقای مسلمی. درست عرض میکنم آقای مسلمی؟ بله قربان. بفرمایید بشینید آقای مسلمی. یا الله. خب آقای مسلمی، روزنامه امروز ملاحظه کردین برادر؟ بله قربون. کار شما رو آسون کردن دوستان. آسون کردن یا تموم کردن؟ آسان کردن. کار مسلمین تا مفسد فی الارض و محارب با خدا در روی زمین هست تمام شدنی نیست. صحبت از سینماست. سینمای امروز ایران رو چگونه میبینی؟ فیلمسازهایی که در خارج از کشور هستن، در ژاپن فیلم میسازن، در افغانستان، در ایتالیا، در فرانسه و بعدم در داخل ایران، شاید یکی از پرکارترین تهیه کنندگان و کارگردانان سینما قبل از انقلاب شخص خودت بودی که هر بار می‌دیدیم یک فیلم تازه میاد و تنوعی هم که در فیلمات بود خیلی جالب بود. بگذاریم از صمد که الان دلت می‌خواست همش صمد بسازیم، ولی و الان این سینما رو چگونه می‌بینی؟ ببینید یک مشخصه خیلی روشنی داره سینمای فعلی جمهوری اسلامی
که بعضی‌ها میگن سینمای ایران و من میگم من سینمای جمهوری اسلامی. این واژه درستی است و تعبیر درستی است از این سینما، برای اینکه شما در تمام 70 سالی که دولت شوروی فیلم سازی میکرد هیچ وقت نمیگفتن سینمای روسیه، میگفتن سینمای اتحاد جماهیر شوروی، یعنی یک سینمایی که مظهر یک ایدئولوژی خاص بود یا لااقل برآمده از یک سرزمینی بود که ایدئولوژی خاصی اونجا حاکم بود. این ایدئولوژی خاص امروز حاکمیتش در ایران جمهوری اسلامی است. بنابراین سینمایی که از اونجا به دنیا میاد به صادر میشه سینمای جمهوری اسلامی است. حالا بعضی هم میخوان بگن ایران، بگن میل خودشونه، ولی واقعا در تعبیر اصلی همینه. اگر یک فیلمی در یه جای جهان موفقیت رسمی پیدا بکنه پرچم جمهوری اسلامی میره بالا و سرود جمهوری اسلامی زده میشه. به هر حال این مشخصه اصلی این سینمای جمهوری اسلامی اینه که دولتی است. من شخصا چون با دولت جمهوری اسلامی و این دولت ایدئولوژیک اسلامی مخالفم، در نتیجه با تمام دستاوردهای اون هم مخالفم. من نمیتونم با دولت جمهوری اسلامی مخالف باشم ولی با وزیر امور خارجش موافق باشم، ولی اینکه خیلی شخص خوبی باشه، خیلی هم کارهای خوبی کرده باشه، سخنرانی بسیار خوبی هم کرده باشه، اعمال بسیار خوبی هم به نفع جمهوری اسلامی انجام داده باشه. بنابراین من وضعیتم با اون مشخصه، من اونو بخشی از این حکومت میدونم. حالا که این تو جز همه فعالیت فرهنگی و هنری سینما دولتی ترینشونه، چون با بودجه دولت و با کمک دولت یا لااقل با نظارت دقیق دولت مواجه بشه، پس سینما دولتی است. خب این وضعیت روش، حالا فیلم خوبی توش پیدا میشه مسلمه، به خصوص وقتی که تو با بودجه دولت کار کنی. مگه دوران قبل فیلم های خوب ساخته نمیشد؟ کانون پرورش فکری کودکان چون بودجه دولتی داشت فیلم های بسیار متفاوتی ساخته میشد و بسیاری از این فیلم ها از فیلمسازان خوب ما بود و در تمام جهان هم جوایزی میگرفت. چرا؟ برای اینکه پشتوانه دولتی داشت. درست. برای گیشه کسی نمیساخت. وقتی سینمای دولتی یعنی اینکه شما وقتی فیلم ساخته میشه قبول میکنن که ساخته بشه، کارگردان پولشو میگیره، بازیگرا پولشو میگیرن، تمام عوامل تولید پولاشون رو میگیرن، میرن کنار، کاری هم ندارن که این فیلم فروش میکنه یا نمیکنه، خیالشون راحته. بنابراین میتونن راحت فیلم متفاوت بسازن. همین کار سینمای متفاوت رو دولت شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپایی قبل از انقلاب اسلامی در جهان میساختن. تمام فستیوال ها فیلم های متفاوتشون رو از این کشورها میمدن. به همین دلیل فیلم های ما در اون زمان با اینکه متفاوت بود، بسیاریش آقای بیضایی، آقای کیارستمی، آقای مهرجویی همون فیلم های متفاوتی میساختن که بعد از انقلاب هم ساختن، ولی در اون زمان به جایی نمیرسیدن. چرا؟ برای اینکه رقیب زیاد داشتن. کشورهایی که فیلم های دولتی داشتن خیلی بودن و این فستیوال ها خودشون تغذیه میکردن از این سینما. حالا تمام این سینمای دولتی از بین رفت بعد از ماجرای دیوار برلین. فقط تنها کشوری که سینمای دولتی داشت ایران بود و جمهوری اسلامی بود و این بود که تمام فستیوال ها کعبه آمالشون شد اونجا، برای اینکه فیلم متفاوت پیدا بکنن و بگیرن. همونطور که میبینی بسیاری از کشورها فستیوال های بزرگ کوچیک هم نداره، یا 10 تا فیلم از ایران میذارن، 12 تا فیلم میذارن. یه زمانی بود حتی یک فیلم ایرانی به زحمت توی سینما توی فستیوال راه پیدا میکرد. همه این زمینه ها رو دولتی بودن سینمای جمهوری اسلامی فراهم کرد. خب طبعا تو این ماجرا خب یه سری هم از فیلمسازها، چه فیلمسازان گذشته و چه جوانایی که دوره بعد کار کردن، از این گشایشی که پیش اومد استقبال کردن و آوازه پیدا کردن و شهرت رسیدن. کاری به اون قسمتش نداریم، ولی من با این سینما میانه ای ندارم، برای که این سینما سینمای دولتی است و درست مثل انتخابات قلابی جمهوری اسلامی برای این کشور و این رژیم اعتبار آفریده در جهان. اجازه بدیم یک کمی موضوع رو عوض کنم. صیاد عزیز، به نظر شما جامعه مدنی امروز ایران چه مشکلی داره؟ یعنی مهمترین مشکلش چیه؟ ولی من جامعه شناس نیستم، ولی همینجوری با توجه به مسائلی که باش مواجه هستم و مواجه بودم در این 30 ساله، فکر میکنم بزرگترین مشکلش بلا تکلیفیه در همه زمینه ها، بلا تکلیفی
اجتماعی، بلا تکلیفی سیاسی، بلا تکلیفی حتی اخلاقی، حتی میخوام از اینم فراتر برم، بلا تکلیفی شرعی. یک کشوری است که بر اساس شرعی همه امورش داره میذاره، ولی مردم بلا تکلیفن. دلیل بیارم براتون، ما یه جامعه از بزرگترین کشور شیعه جهان، بله تنها بزرگترین کشوری است که جمعیت شیعه در جهان هیچ نمایندگی میکنه، شیعه جهان. مهمترین عاملی که در جهان شیعه اتفاق میفته چی؟ محرمه، ماه محرمه و فاجعه کربلاست یا واقعه کربلاست. این ماه محرم، این مسلمانای شیعه ایرانی چرا توقع روزخانی از آقای خامنه ای ندارن؟ این بلا تکلیفی شرعی نیست؟ خود این آقایون روحانی چرا روزه نمیخونن دیگه؟ این بلا تکلیفی شرعی نیست واقعا؟ معلوم نیست آقا اینا مردم اصلا درخواست اینا نمیکنن، برای اینکه بلا تکلیفن. آقا از آقای رفسنجانی 35 ساله نخواست آقا چرا شما روزه دیگه نمیخونی؟ دیگه امام حسین امام حسین نیست دیگه، شهدای کربلا اینا کی باید برشون روزه بخونه؟ در تمام این 35 سال گذشته یک بار یک نماینده در مجلس شورای اسلامی روزه خونده؟ و من اسمش یادم نیست، ولی به هر حال به نظر من این جواهره، اینو بایستی که مجسمه طلا براش بگیرن، برای اینکه این آدم فهمید اصلا کجا اومده و برای چی اومده و اصلا پیامش چیه. اصلا یه نفر این کارو کرد، ولی فوری اونم صداش خاموش کرد. شما ببینید این جامعه، اصلا کشورهای ما، کشورهای اسلامی، هیچ کدومشون الان مثل خود جمهوری اسلامی در خارج از کشور نمایندگی و سازمان و این چیزا ندارن. چرا اینا درخواست روزخانی نمی کنن؟ چرا ماه محرم اینا نوار روزخانی از این آقایون برجسته رهبران مذهبی ایران نمیارن پخش کنن، تو دنیا پخش کنن، حتی برای ایران پخش کنن؟ شما تو صدای سیمای ایران داله دیدین که یه نفر روزه بخونه؟ واقعا روزه بخونه؟ خب این بلا تکلیف شرعی و اخلاقی همه چیه؟ بلا تکلیف اقتصادیه. اقتصاد ناسالم به شما باید به چی بگین؟ یه جامعه که از کامیون شمش طلا و اسکناس از مرز خارج میشه، آیا در تاریخ سابقه داره؟ اون وقت مردم مبتلا بعد 5 تا شغل داشته باشن تا بتونن خرج زندگیشون کنن، ولی کامیون شمش و نم اسکناس تو مرز ترکیه کش میشه، یه دفعه کش میشه، دو دفعه کش میشه. این نشون میده که این جریان مداومه، منتها بعضی وقتا تقش در میاد. اصلا شما هر جوری نگاه بکنی، چرا اصلا اسمش میذاری جامعه مدنی هنوز؟ شما من اصلا تعجب میکنم، من چنین اصطلاحی رو نمیتونم به جامعه ایران بدم به هیچ شکل. به هر حال یه جامعه است دیگه، یه جامعه. آره یه عده جمع شدن، ولی آره. یه عده جمع بشن فوری جامعه مدنی به وجود نمیاد. یک تعبیری داره، یک قواعدی برای خودش داره. این قواعد به نظر من در ایران امروز، در جمهوری اسلامی، اینا تعبیری است که جواب نمیده. به نظر من، به نظر شما نقش هنرمند در جامعه امروز ایران چیه؟ یعنی واقعا هنرمندا میتونن اثرگذار باشن تو جامعه؟ ولی ما با توجه به تجربه‌ای که الان، به نگاهی که به جامعه ایران می‌کنیم، هنرمندان ایران چه در زمینه ادبی یا غیر ادبی دو تا راه بیشتر نداشتن. یا اینکه مماشات بکنن و همون راهی رو برن که رژیم در جلوی پاشون گذاشته، یا که سکوت بکنن در خانه‌ها بشینن و کار نکنن. و اکثرا برای گذران زندگی مجبورن بالاخره این راهی اولی را جلو برن. در سینما که به نظر بنده اینجوری شده، حالا البته ممکنه یک فیلم حتی معترض هم باشه، ولی فیلم معترض هم یه بخشی از همین کلیتی است که رژیم داره ازش استفاده میکنه. آقای جعفر پناهی فیلمای معترض میسازه، حرفی توش نیست، ولی حتی از اعتراض جعفر پناهی هم دولت جمهوری اسلامی استفاده میکنه که نشون بده مثلا فرض کنید که با طالبان فرق داره، چون طالبان سینما نداره ما داریم. همون فشارهای طالبانی هست، مردم تو همون شرایط هستن، همون قواعد سختگیری اخلاقی و تو زندان‌ها شما ببینید همه اتفاقات همه در روز داره میفته، همون فشارها رو مردم دارن، ولی ضمناً سینما هم دارن. این تفاوتشه. اینی که میگم این درست مثل تقلبی است که در انتخاباتشون پیش میاد.
انتخابات انجام میشه، مردم دنیا یه تعبیری از انتخابات دارن، یه تعریفی دارن، و چون رسانه‌های غربی هم به عنوان انتخابات اینو راجبش حرف میزنن، حالا یه دشون خالا رابطه هایی هم دارن، پشت پرده کاری نداریم، ولی بالاخره میگن انتخابات. ولی این انتخابات انتخاباتی نیستش که به معنای واقعی دموکراتیکی که ماها در دنیا ازش تعریف میشه به عمل بیاد. اینا همه میدونیم و فرنگی ها میدونن، بعضی ها مسائلشون ایجاب میکنه برای خودشون نیرن راجع به انتخابات ایران حرف بزنن، تعبیر و تفسیر بکنن. همین کارم راجع به سینما کردن، هیچ وقت نمیان بگن سینما دولتیه، هیچ وقت نمیان بگن، حتی فیلمسازان ما هرگز تو این سالها که رفتن نگفتن آقا بزرگترین اتفاق ناگواری که در جهان سینما، در تاریخ سینما رخ داده، در ایران جمهوری اسلامی رخ داده و 400 نفر اینو زنده زنده در آتش سوزوندن برای رسیدن به حکومت. حتی فیلمسازان ما راجع به این موضوع حرف نزدن هیچ وقت. خب اینا همه سرپوش گذاشتن به یه فاجعه بزرگی است، دارن یه جوری همه از این فاجعه دارن استفاده میکنن زیر این چتر. شما صحبت کردی راجع به همون فاجعه سینما رکس، یک نمایشنامه‌ای داری و که همه ساله هر کدام از ماها که بتونیم اون رو از طریق تلویزیون پخش میکنیم برای اینکه خاطرش از بین نره. خیلی سپاسگزارم از شما. یک و بیان به سراغ کارهای دیگه‌ای که کردی در خارج از کشور، علاوه بر کار سینما کار تئاترهای خیلی جدی هم انجام دادی، فقط صمد نبوده، نمایشنامه خر. البته صمد ها هم برای من به خصوص در این دوره همشون جدی هم. نه من از نظر کمدی و تراژیک دارم میگم، نه از نظر جدی یا شوخی. به هر حال کار چه کمدی چه تراژدی جدیه. و یادمون باشه که شکسپیر تعداد کمدیاش بیشتر از تاریخیاش و تراژدیاشه. و نمایشنامه خر یکی از خیال میکنم پرتیراژ ترین نمایشنامه ها بوده در خارج از کشور از نظر تعداد اجرا، همینطور بوده؟ یکی از این نمایشنامه هایی که من اجرا کردم که اجرای متعدد داشت خر بود، چون اولین نمایش بود که به صحنه اومد، به تراژدی هم هست اتفاق. و خب ما تو همه لس آنجلس بیش از 80 بار اون اجرا کردیم، در حالی که ظرفیت اجرای نمایش اینجا بیشتر از 10-12 تا نیست. البته خب نمایش‌های بعدی مثل صمد به جنگ می‌رود، برمیگردد، اون شوی تک نفری که من داشتم و هادی خورسندی، اینا تعداد نمایشش بیشتر از خر بود. ولی برای اولین بار یه نمایش تراژدی و تلخ مثل خر خیلی با اقبال تماشاگران ایرانی خارج کشور مواجه شد و از این نظر به خصوص من میتونم بگم موفق بود، چون شخصیت صمد هم توش نبود. وقتی شخصیت صمد توش یه نمایش نباشه و موفق باشه، اینو باید یه کردیت اختصاصی چیز ویژه بهش داد. در همین مدتی پیش آمدیم به دیدن یکی از اولین نمایشنامه‌ای که در ایران نوشته بودی، مستأجر. بله. یه نیمه موزیکال با امکانات لس آنجلسی. یعنی یادمون باشه وقتی که صحبت از موزیکال میشه و صحبت از افراد زیاد در یک نمایشنامه میشه، واقعا اجراش در این پایتخت ایرانیان غربت نشین کار بسیار مشکلیه. چطور شدی دفعه رفتی به سراغ اولین نمایشنامه‌ای که نوشته بودیم؟ در واقع قصد اجراش در میان نبود. قرار شد که ما بعد از یه مدتی بعضی از دوستان دور هم جمع شدیم که آقا جوانانی که با آدم تماس میگیرن و میخوان کار نمایش بکنن، درس تئاتر خوندن یا از ایران اومدن، سابقه تئاتری دارن و اینجا دوست دارن کار نمایش بکنن، با آدم تماس میگیرن، میگن آقا ما خیلی علاقه داریم، واقعا هم چش دشت مالی نداریم، چیکار بکنیم، کجا بریم؟ آدم واقعا شرمنده میشه بعضی وقتا. آدم من نمیتونم بهشون بگم، بارها گفتم آقا من متاسفانه هر دو سه سال یه بار یه نمایشی دست میگیرم و چون بعد زندگیم از این رو اداره بکنم باید ببرم تو شهرهای مختلف ایران نشین جهان نمایشش بدم، و چون این سفرها در پیشه باید با حداقل بازیگر همراه باشه، با حداقل گروه تکنیکی همراه باشه تا بتونیم ما این سفرها رو بریم، و از این نظر من شرمنده شما هستم. ولی خب تو آدم تا کی میتونه این جواب رو به جوونا بده؟ اینی که تصمیم گرفتیم نمایشنامه خانی را بندازیم که
بشه از نمایشنامه‌های استفاده کرد که تعداد بیشتری بازیگر داره که بتونیم از این جوان‌ها و این استعدادهای جدید که مایلند همکاری بکنن استفاده بکنیم و چون می‌خوایم نمیتونیم اجرا بکنیم چون هزینه‌اش بالاست و سالن مناسب برایشون گیر نمیاد، حداقل از رو بخونیم. هم خودمون که اهل تئاتریم خوشمون میاد حداقل یه نمایشنامه‌ای که دوست داریم نمیتونیم اجرا کنیم حداقل از رو می‌خونیم و یه تجربه‌ای میشه برای خودمون، و هم اینکه دیگران هم که علاقه به تئاتر دارن و هر دو سه سال یه بار یه تئاتر میذاره، یه تئاتر من میذارم، یه تئاتر روشن توزیع میذاره و هر چند سال یه بار شانس کار پیدا میکنیم. اینی که بتونیم نمایشنامه بخونیم و نمایشنامه مستأجر که تعداد بیش از 12 تا بازیگر داشت، اینو من جز اولین کارهایی بود که کرده بودن وسوسه شدم اینو بخونیم. خیلی خب، نمایشنامه خونی رو راه انداختی شما و گاهی اوقات یک کارهایی رو همیشه بنیانگذار بودی در خارج از کشور، همینطور فعالیت سیاسی از طریق سینما، از طریق تئاتر، از طریق نوشتن و غیره و غیره. نمایشنامه خوانی و نمایشنامه مستأجر رو با برای بچه ها راه انداختیم که نمایشنامه خونی بکنیم. ولی یک دفعه ما دیدیم دعوت شدیم به سالونی در شهر فرشتگان که این نمایشنامه روی صحنه است. چطور شد که آمد روی صحنه؟ همون مجلس نمایشنامه خوانی که ما راه انداختیم میدونی که رایگان بود بس. چون دیدیم دیگه حالا مردم وقتی میگیم بیا نمایشنامه خوانی چون عادت ندارن نمیشه بهشون گفت حالا پول بلیط هم بدین، حالا به تئاتر معمولی رو به زحمت پول میدن بیان، حالا میگیم حالا مجان رایگان یعنی ببخشید نمایشنامه رو ارومی خونی ولی شما پول بدین بس. ما دیدیم بهتره، ما بالاخره نسبت دینی داریم نسبت به این حرفه‌ای که داریم کار می‌کنیم، گفتیم آقا رایگان می‌ذاریم اینو مردم بیان، ما یه مقداری خرج بالاخره هر نمایشی احتمال ضررش هست، خب این ضرر کوچیکیه، ما جای رو اجاره می‌کنیم برای دور هم جمع شدن و اون پول شخ خودمون میدیم. این بود که در همون اولین جلسه من توضیح دادم که چرا ما در خارج کشور همونطوری که شما اشاره کردید امکان اجرای نمایش با تعداد بیشتری از نمایش بازیگر نداریم، داشتم اینو توضیح میدادم. بعدم در پایان گفتم ببینید این نمایشنامه رو ما اگه بخوایم رو صحنه بذاریم خب هزینه‌اش زیاده، خود شما اصلا حاضرین وقتی این همچین نمایشنامه باشه بیایم به دیدنش؟ همه یک صدا گفتن بله ما حمایت میکنیم شما اینو به صحنه بیارین. ما برای اینکه آزمایشی کرده باشیم و این بچه‌هایی هم که این دور خونی کرده باشن تشویق بشن، یه چند تا اجرا ازش توی سالونی که مناسب این کار بود به صحنه آوردیم که واقعا هم مردم همونا که قول داده بودن حمایت کردن و به دیدن این نمایش اومدن و ما تونستیم هزینه‌هاش رو سرشکن بکنیم. چون خودت تو کار تلویزیون هستی و میدونی که یکی از بخش عظیمی از درآمد هر تئاتری رو باید خرج آگهی‌های تبلیغاتیش کرد. چرا؟ برای اینکه ما یه جای واحد و مناسبی نداریم برای اتکار تئاتر که مردم آشنا بشن همیشه برای اونجا برای دیدن تئاتر بیان. هر دفعه یه سالونی شما اینجا گیر میاری، یه سالونی بنده یه جای دیگه گیر میارم تا به مردم بگیم این دفعه کدوم سالونه. همه آگاهی رساندن تو بایستی یه مقدار زیادی خرج آگهی بکنی تو فقط به مردم بگی این دفعه تئاتر کجاست. خب همین بخش عظیمی از درآمد تئاتر رو از بین میبره و شما نمیتونید بازیگر بیشتری داشته باشید که دستمزد به اونا هم بدی. خب اینا مشکلاتی بود که من برای مردم گفتم، ولی اومدن گفتن ما میاییم، خودمونم تبلیغ نکردی هم نکردی ولی ما تعداد بیشتری رو از آدما رو میاریم به تئاتر و این تجربه خوبی بود. ولی هنوز ما همین راه ماهی یک بار نمایشنامه خوانی رو داریم و از شما دعوت میکنم از این فرصت استفاده کنید و این نمایشنامه بیاین بخونید در اونجا با کمال میل. سعید جان، من همیشه میبینم که در آغاز سال نو، یعنی در آغاز نوروز، یک پیام ویژه‌ای داری همیشه و یا روی اینترنت یا روی دیگه از این تلویزیون ها و اینها. چی شده که یک پیام نوروزی آغاز سال رو، یک پیام فقط نوروزی نیست، مثل اینکه نوروز بهانه است برای اینکه بسیاری از حرفات رو در آغاز سال بزنی. امسال هم ما دیدیم که این یه برنامه ویژه نوروزی داشتی. من خوشم اومد از این کلمه بهانه‌ای که آوردی. اصولا نوروز خودش بهتر بگیم بهانه نیست، پدیده است برای اون ارتباط وسیع جامعه بزرگی که یک زمان ایران بزرگ نامیده میشد و همه ایرانی ها همه که زمانشون چی باشه، ترک باشن، بلوچ باشن، گیلک باشن، حتی تاجیک باشن، ترکمن باشن، زیر چتر نوروز درست. بنابراین یک پدیده فراملیتی است. حالا ما ایرانی ها
خودمون رو چسبونیم به نوروز که این مال ماست، حق هم داریم برای اینکه نوروز از خواستگاهش ایران بوده. و این پدیده باعث میان همه پدیده هایی که باعث اختلاف و افتراق و چند پارچگی و چند دستگی حتی خود ما ایرانی ها در داخل کشور شده، یک چیزی ما داریم، یک پدیده داریم که این باعث همبستگیه، دور هم جمع شده. و بزرگتری امتیازش هم اینه که مذهبی نیست، پای مذهبی نداره، آینیه، به قوم و به قوم و به طبیعت و به کشت و کار و به کار آدمیزاد بیشتر ارتباط داره تا به یک آیین مذهبی. به همین دلیل نوروز همونطور گفتی بهانه است برای اینکه از این پدیده دست جمعی و همگانی استفاده کردن و از این بهانه برای همبستگی بیشتر، همفکری بیشتر استفاده کردن. من چون از چند سالی است به خاطر این نمایشایی که دور دور جهان میبرم دیگه کار تلویزیونی رو گذاشتم کنار و خوشبختانه شما دارین ادامه میدین، بهتون تبریک میگم. نمیدونم بهتون واقعا تحملتون واقعا من ستایش میکنم، چون همه از آغازگران بودی و هنوزم داری ادامه میدی. من از سال 2007 دیگه کار تلویزیون گذاشتم کنار، یعنی بازنشستگی گام به گام. ولی در این حال نوروز بهانه ای است که همونطور که گفتی که من اون حرفایی که در طول سال تو اینجا مونده، تو سینم مونده، حداقل به بهانه نوروز یه جای بگم. و این پیام های نوروزی یا این گفتار های نوروزی بخشی از همون گفتار هایی است که من هر هفته توی تلویزیون داشتم، ولی خب حداقل سال یک بار حالا شده. این بار امسال خوشبختانه یک سازمانی که سازمان خیری است در یوتام هست، بنیاد سمنانی، شما این پیام نوروزیتون رو ما کمک میکنیم به صورت ویدیو در بیارین، شما چرا همش یه گفتار یک نفره فقط دارین؟ نوروز یه چیز دست جمعی گروهی است و این امکانی رو به وجود آورد، یعنی اسپانسر شد که ما بتونیم یه برنامه نوروزی درست کنیم. و این ویدیویی هم که خدمت شما دادم حاصل یک همچین کوششی است که اگر واقعا حمایتی بشه و دنبال کار گرفته بشه، خب آدم میتونه به همین از این بهانه استفاده کنه، کارهایی بکنه. من خوشحالم که این کار نوروزی رو امسال انجام دادم به شکلی که نه تنها توش نوروز شناسانده میشه با تعبیری که من دارم ازش، و حتی پیشنهاد میشه که نوروز چی باید باشه، چه خاصیتی داره، و این خاصیت شما معمولا فراموش میکنیم. دور هم جمع میشیم، هفت سینه رو میچینیم، نمیدونم سبزی پلو رو راه میندازیم، ماهی رو، ماهی سفید و ماهی دودی رو راه میندازیم، همین کارا رو میکنیم، سنجت و سماق و همه این چیزا هم سر جاش هست، ولی فکر نمیکنیم آقا پشت همه این چیزا یه چیز دیگه هم هست. توی خانواده وقتی دور هم نشستیم راجع به این موضوع، سال آغاز سال دیگه، یه نیتی باید برای کرد برای این سال، یه حرفی راجع به این نوروز زد برای بچه‌ها که به خصوص آشنا نیستن، پیشنهاد من دادم در واقع که چی میشه گفت. و اینم اقتباس کردم، یعنی در واقع الهام گرفتم از کاری که زرتشتی ها میکنن. زرتشتی ها میدونید که در نوروز دعایی میخونن، دعاهای متعدد دارن البته اوستایی. من یکی از این آهنگ ها و چیزایی که در نوروز میخونن رو شنیدم و توی اینترنت و از اون الهام گرفتم، یه دعای نوروزی درست کردم که یه نوع پیشنهاده. و خوشبختانه حالا همون بنیاد قبول کرده که یک مسابقه سرودخوانی نوروز رو بسیار حمایت بکنه، که ما اعلام بکنیم که جوانها میتونن در مسابقه سرودسازی برای نوروز که شامل هم کلامشه هم آهنگشه که بسازن و این جوایزی بگیرن. و جوایزش هم کم نیست، فهم کنم که نفر اول 10,000 دلار میگیره، نفر دوم 9,000 دلار میگیره، تا 50,000 دلار اینجا اعتبار گذاشته شده که برای مسابقه ساختن سرود نوروزی. و این کاری که ما امسال کردیم در واقع یه نوع پیش درآمدش بود، یه نوع پیشنهاد بود که میتونه تو چه روالی باشه. سنگ بزرگ البته میگویند درآمد نزدن است، اما بزرگی این کلید خود میتواند تمثیلی باشد از کلانی و سترگی قفل. نکته اینجاست که مدعی گشودن قفل چنان حق به جانب از آن یاد میکند که گویی آن قفل عظیم که سوراخش کلیدی به درازای نیم ذره میتربد خود به خود به وجود آمده، یا بازرگانی چند برای مصرف عمومی از فیلیپین واردش کردند.
خب سید عزیز من، نقش آموزش در جامعه مدنی ایران چگونه است؟ آیا واقعا چه نوع آموزشی باید در جامعه مدنی ایران برقرار بشه که بتونه تاثیرگذار باشه؟ حالا نوعش دیگه انزا نشه که بنده بتونم بگم، یعنی اصلا بضاعت شده داشته باشم راجبش بگم، ولی مگر کسی هست در جهان که بتونه منکر تأثیر آموزش در جامعه جوامع مدنی باشه؟ مگر اینکه یه گروهی به نام بوکو حرام پیدا بشه که حرف بزنه، چون میدونیم بوکو حرام یعنی کتاب حرام. بله. و آموزش هم همیشه از کتاب میاد. بله. دانایی اصولا علم از کتابت میاد، از نوشتن، از آموزش هایی که از گذشتگان ما رسیده، همینجوری شده یک منبع و یک ارثیه بزرگ شده برای بشریت. وقتی میگیم آموزش یعنی این ارثیه بزرگ داریم اشاره میکنیم، و این به وسیله کتاب میاد. یه گروهی پیدا شده میگه بوکو حرام، کتاب حرام. فقط یه همچین جوانورایی میتونن همچین حرفی بزنن، و الان بشری که با کامون سنس و شعور ابتدایی کار میکنه در حد صمد روستایی نمیتونه منکر آموزش باشه و تأثیر آموزش بده در جوام. البته نمیدونم کدوم اینا آغازگره، آیا جامعه مدنی گسترش دهنده آموزشه، یا آموزش به وجود آورنده جامعه مدنی است، درست مثل رابطه جوجه و تخم مرغ، معلوم است کدومش آغازگره، ولی تأثیر متقابلی حتما آموزش در جامعه مدنی داره، جامعه مدنی در گسترش آموزش، مگر استثناهایی که امروز نمونه های بسیاری ما دور و بر دنیا متوجه هستیم، میبینیم که اینا خطرهای اصلا جوامع مدنی است به طور کلی. یعنی خطری است که آموزش رو و علم رو و دانایی رو تهدید میکنه، یعنی داره ریشه به جامعه بشری میزنه، به جامعه مدنی میزنه. توانا بود هر که دانا بود. درود میفرستیم به آموزشکده توانا که واقعا کوشش میکنه که آموزش بده و مردم رو به مردم بیاموزه که چه باید بکنن که بهتر باشه. به هر حال دستون درد نکنه و امیدوارم که این سازمان توانام توانا باشه برای انجام مقاصد و اهدافی که داره، و همونطور که اشاره کردی دانایی است کلید هر کاری، حتی که کلید توانایی، کاملا فردوسی میگه.